بزرگترین نقطه ضعف ما کوتاه آمدن است و مطمئن ترین راه برای موفقیت تلاش برای یک بار دیگر است. سلام، وقت همه شما بخیر. به برنامه برگزیدگان با من حسین جعفری خوش آمدید. مهمان من در این برنامه آقای هجران حکبری، مسئول سمستر دوم ژورنالیسم رنا و ورزشکار در رشته بایسکل رانی هستند. آقای هجران بسیار خوش آمدید. آقای هجران، به عنوان اولین پرسش، هجران حکبری کیست و در کجا زاده شده است؟ به نام یاد خدا، تشکر شما و بیننده های عزیز. هجران هستم، حکبری تخلص میکنم، متولد ولایت غزنی، محصل پوهنزه ژورنالیسم پوهنتونی رنا. فعلا هم در خدمت شما. تشکر. آقای هجران، به نظر شما یک فرد موفق کدام ویژگی را دارد و چگونه میتوان موفق شد؟ انسان‌های موفق همیشه نگاه مثبت به آینده دارند و انسان‌های موفق همیشه عقیده دارند که لایق بهترین ها هستند. نو بگیم انسان‌های موفق دائم همیشه سوال میپرسند. انسان‌های موفق کنجکاو هستند و همین کنجکاویشان باعث می شود دشمنان خود را شکست بدهند. و دیگر انسان های موفق رویا پردازی بالایی دارند. انسان های موفق فکر می کنند اگر فلان کار را انجام بدهند با فلان موفقیت دست می یابند. انسان های موفق باورمند به این هستند که دست یافتن به موفقیت آسان نیست. انسان های موفق شکست را نمی پذیرند. انسان های موفق شکست را به عنوان راه به موفقیت می بینند. آقای هجران، امکان دارد کمی در مورد فعالیت های جانبیتان به ما بگویید؟ غیر از مصروفیت در دانشگاه شما چی فعالیت ها را انجام می دهید؟ تشکر. در کنار درس های پوهنتون مصروف ورزش هستم. رشته بایسکل رانی را به پیش می بریم، تمرینات ادامه داره. در کنارش کورس ها را تقریب میکنیم، کتاب های عمومی و کتاب هایی که مربوط به پانتون میشه مطالعه میکنیم. بسیار عالی. آقای هجران، چند سال میشود شما ورزش میکنید؟ آیا در این زمینه کدام دستاورد هم داشته اید؟ تشکر. حدود 5 سال میشود که ورزش میکنم، البته در بخش های مختلف که در بخش بایسکل سواری دستاوردهای داریم و فعلا هم رشته بایسکلانی رو با پیش میبریم. آقای هجران، شما به عنوان ورزشکار در رشته بایسکل سوار وضعیت ورزش را در افغانستان فعلی چگونه میبینید؟ وضعیت ورزشکاران در گذشته هم در دوران جمهوریت چندان خوب نبود، چنان که باید از طرف دولت حمایت میشدن. متاسفانه حمایت صورت نگرفت و بعد از تحولات در افغانستان وضعیت ورزشکاران بدتر شد و فعلا هم چنان که باید حمایت شوند از طرف دولت حمایت صورت نمیگیرد و ما شاهد هستیم که اکثریت جوانان کشور را ترک کردند و این جای نگرانی است. ممنونتان. آقای هجران، شما که در طول روز وقت میکنید کدام کتاب ها را مطالعه میکنید؟ تشکر. در کنار درس های پوهنتون و مصروفیت های پوهنتون معمولا کتاب های دینی مطالعه میکنم و چون رشته ما ژورنالیسم رشته میان رشته ای است، بنابراین مطالعات عمیق دارم، کتاب های عمومی را زیادتر مطالعه میکنم. تشکر. آقای هجران، به نظر شما صحتمندی چیست و چگونه میتوان به دست آورد؟ تشکر. صحتمندی یعنی روحیه سالم، داشتن روحیه سالم، یا بگیم رابطه خوب با خانواده، دوستان و اطرافیان. صحتمندی یعنی بین احساسات مثبت و منفی تعادل و توازن داشتن. چگونه میتونیم صحتمند باشیم؟ با یک برنامه منظم تمرینی و یک برنامه رژیم غذایی میتونیم صحتمند باشیم و ورزش بهترین راه است. آقای هجران، امکان دارد یک خاطره جالب و آموزنده تان را با ما شریک بسازید؟ البته.
خاطره جالب از یک از مسابقات، بسیار خاطره جالب دارم که در مسابقات در ولایت همیشه بهار جلال آباد تحت نام ناکومورا برگزار شده بود. در اون مسابقات حدود فکر کنم 7 ولایت افغانستان اشتراک داشتن که غزنی هم شامل بود. در اون مسابقات از ولایت قندار 2 ورزشکار بودن که با بایسیکل چینایی آمده بودن. پیش از مسابقات همگی میگفتن نمیتونن، امکان ندارد، چون بایسیکل آنها نسبت به بایسیکل رفعی چند برابر وزن داشت. و در نهایت در نتیجه دیدیم که مقام دوم از ولایت قندار یک ورزشکار گرفت. آقای هجران، افراد الهام بخشتان، کسی که رسیدن به هدفتان شما را حمایت کرده چه کسی است؟ حامی و اسپانسر ما در این راستا تمام فامیل محترمیم بوده و بخصوص پدر جانم که فعلا هم اسپانسرم است و از طرف پدرم و برادرانم اسپانسر میشم. آقای هجران، در اخیر برنامه قرار داریم، پیام شما به جوانان و مسئولین چیست؟ تشکر. پیام ما به جوانانی است که ترک وطن راه حل نیست، باید دست به دست هم داده و وطن را بسازیم. از حضور شما آقای هجران اکبری سپاسگزار هستم و یک تشکری خاص از بینندگانی که تا این دم ما را همراهی کردند. تا برنامه بعد که باز هم من حسین جعفری در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، بدرود. رنا، شکوفایی استعدادها.